تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود، تو که دیدی بابات رفته چه وقت گریه کردن بود. حالا که اومدی پیشم بازم آقوش تو واکن، بغل کن بغزم و بازم غریبی متماشا کن. حالا که اومدی پیشم بذار خلوت کنم با تو، بذار تعریف کنم بعدش ببین من پیر شدم یا تو. ببین حرفای تعریفیم دیگه حرفای خوبی نیست، ببخش واسه پذیرایی خراب جای خوبی. خرابه بسترش خاکم، خراب بالشش خشنه، تو خیلی خاکی اما برای دخترت زشته، برای دخترت زشته که خونش اینطوری باشه. بذار چیزی نگم شاید تو حرفام دلخوری باشه. کدوم خانون با این حالش پیش مهمون معذب نیست؟ ببخش از راه طولانی سر و وضعم مرتب نیست. اگه مهمون داری باید براش با جون معیاشی، خجالت میکشی وقتی نتونی از زمین پاشی. حالا چشمای کمسومو برچی جستو میبندم، به زورم باشه پا میشم، به زورم باشه میخندم. مگه تو صورتم امشب به غیر خنده چی دیدی که از وقتی پیشم هستی یه بارت تا نخندیدی؟ من همینو بگم و دعات کنم. یه دستی توی تاریکی بگونم خورد چیزی نیست، یکی از من یه گوشواره امانت برد چیزی نیست. فقط دلتنگ تو بودم که اعصابم بهم ریخته، یه قدری خسته راهم، یکم خوابم برمیده. سر و بغل گرفت یه وقت دیدن دیگه صداش نمیاد، دیدن سر یه طرف افتاد، رقیه یه طرف افتاد. من قدیمای روزه رو خوندم، گفت فردا روزی دیدن دختری اومد غذا آورد، یه مقدار لباس آورده بود، گفت برای این دختر آوردم. زینب یه نگاه کرد گفت دیر اومدی، دیشب باباش اومد برده. ای حسین زنده باشی. به حقیقت رقیه اللهم عجل ولیک الفرج.